اهمیت تصمیمگیری ما عزیزان گاهی چگونگی اتخاذ یک تصمیم در سراسر عمرمون میتونه تمامی بقیه عمر ما را دگرگون کنه و یا به کلی عوض دلیل اصلی این که چرا اتخاذ یک تصمیم در مقطعی در طول عمرمون میتونه تمامی عمر ما را دگرگون کنه اینه که ما به پیامد و نتیجه تصمیمی که میگیریم در دراز مدت فکر نمی کنیم. ما اغلب عجول هستیم و با عجله و بدون تفکر و تعمق کافی عمل می کنیم. حتی به هنگام تصمیم گیری هامون در روزهای زندگی ما اغلب خوشی و لذات آنی را فدای آرامش و نتیجه بهتر در دراز مدت می کنیم. همینطور ما اغلب در پی پیروی از وسوسه های انسانیمون تصمیم می گیریم و نه بر اساس خرد، مطالعه و بررسی کافی و صحیح. اتخاذ تصمیمات عجولانه و مهلک یکی از راه های آزار دادن ما ایمانداران به عیسی مسیح توسط شیطانه شیطان با نجواهای دروغین خودش در گوش ما ما را اقوا میکنه تا از پیروی از وسوسه های انسانیمون تصمیم بگیریم وقتی شیطان به هر طریق موفق بشه تا ما را به گونه وسوسه کنه دیگه کار براش آسونه چون میدونه که ما حتما در پیروی از اون وسوسه انسانیمون تصمیمات غلطی هم خواهیم گرفت و وقتی ما به خودمون میاییم که دیگه کار از کار گذشته و اون وقتی که آرزو میکنیم ای کاش در تصمیم گیری هامون عجله نمی کردیم. عزیزان برای درک بهتری از این مهم مطالعه آیات 27 تا 34 در فصل 25 کتاب پیدایش به ما کمک میکنه در این قسمت از کلام خدا ما با دو فرزند اسحاق و نوه های ابراهیم آشنا میشیم و میبینیم که چطور یک تصمیم گیری عجولانه ایسو یکی از پسران اسحاق سرنوشت او را برای همیشه به کلی عوض کرد اسم پسر دیگر اسحاق و نوه ابراهیم یعقوب بود بیایید این قسمت از کلام خدا را با هم مطالعه کنیم و بعد به ادامه صحبت می پردازیم. در کلام خدا در کتاب پیدایش در فصل 25 و آیات 27 تا 34 می خانیم آن دو پسر بزرگ شدند منظور کلام خدا همون ایسو و یعقوب دو پسر اسحاق و نوه ابراهیم هستند ایسو شکارچی ماهر و مرد بیابان بود ولی یعقوب مردی آرام و چادرنشین بود اسحاق ایسو را دوست می داشت چون از گوشت حیواناتی که او شکار میکرد کرد می خورد اما روبکا یعقوب را دوست می داشت عزیزان روبکا همسر اسحاق و مادر یعقوب و عیسی بود روزی یعقوب مشغول پختن آش بود که ایسو خسته و گرسنه از شکار برگشت ایسو گفت برادر از شدت گرسنگی رمقی در من نمانده است کمی از آن آش سرخ به من بده یعقوب جواب داد به شرط آن که در عوض آن حق نخست زادگی خود را به من بفروشی ایسو گفت من از گرسنگی می میرم حق نخوادگی چه سودی برایم دارد اما یعقوب گفت قسم بخور که بعد از این حق نخوادگی تو از آن من خواهد بود ایسو قسم خورد و به این ترتیب حق نخوادگی خود را به برادر کوچکترش یعقوب فروخت سپس یعقوب آش عدس را با نان به ایسو داد او خورد و برخاست و رفت این چنین ایسو نخست زادگی خود را بی ارزش شمرد آمین عزیزان پس میبینیم که ایسو که نخست زاده اسحاق بود چگونه به خاطر یک تصمیم عجولانه و غلط خودش را از برکات عظیم حق نخست زادگی به خاطر فقط یک کاسه آش محروم نمود حق نخست زادگی دارایی و ثروت پدرش بود حق نخست زادگی وارث شدن پدرش بود حق نخست زادگی مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی پدرش بود حق نخست زادگی در اختیار گرفتن تمامی قدرت پدرش بود اما عیسی به خاطر رسیدن به یک کاسه آش تمامی این برکات را فراموش کرد و اونها را از دست داد بله عزیزان این درسته که عیسی در اون لحظه خیلی گرسنه بود ولی تعویز این همه ارزش های والای حق نخوص زادگی با کاسه آشی که چند ساعت بعد در بدن هضم میشه عملی بسیار نابخردانه بود اما عیسی میخواست اون چرا که میخواست و در همون لحظه میخواست و کسی هم نبود که جلوی اشتباه او را بگیره دوست خوب من با مطالعه عمل نابخردانه و تصمیمگیری عجولانه و بیفکر و تعمق ایسو باید ما را به خودمون بیاره. آره زندگی ایسو باید درسی مهم و زنگ خطری برای ما ایمانداران به ایسای مسیح باشه. امروزه ما هم مثل ایسو خیلی زیاد در شرایطی قرار میگیریم که مجبوریم تصمیمات مهمی بگیریم ما هر روز از زندگیمون در شرایطی قرار میگیریم که انتخاب غلط یک راه و اتخاذ یک تصمیم غلط و عجولانه میتونه تمامی سرنوشت ما و آیندگان ما را به کلی عوض کنه بنابراین برای ما ایمانداران به عیسی مسیح ما فرزند خاندگان خانواده الهی خداوند بسیار با اهمیتی که موازه به تصمیم گیری های روزانه خودمون باشیم موقع تصمیم گیری باید از خودمون سوال کنیم آیا اون چیزی که من میخوام به دستش بیارم ارزش اون چیزهایی را که باید براش از دست بدم داره آیا حاضرم حضور روح القدس با خودم را نادیده بگیرم روی وجدان خودم پا بگذارم و چیزی را که حق من نیست به دست بیارم یا وقتی در شرایطی قرار می گیریم که وسوسه جنسی و شهوت وجود ما را در بر میگیره باید فوراً از خودمون سوال کنیم آیا شایسته یک ایمان داره به عیسی مسیح هست که مرتکب عمل خلاف جنسی یا کسی که همسر او نیست بشه یا اگه من بر شهوت آنی خودم نه نگم و قلب نکنم اگه پیرو شهوت خودم عمل کنم چه ضربه شدید و دردناکی به خانواده و دوستان خودم وارد میکنم یا وقتی در شرایط و موقعیتی هستیم که خشم و نفرت سراسر وجود ما را در بر میگیره آیا تصمیم میگیریم تا از روح القدس برای آرامش یافتن کمک بگیریم یا پیرو خشم به وجود آمده در وجودمون عمل میکنیم آیا واکنش من در لحظه عصبانیت موجب قطع دوستی، خدشدار کردن آبرو و حیثیت و یا حتی سلب آزادی اجتماعی من نمیشه؟ و یا این سوال که آیا استفاده از این مواد مخدر یا مصرف زیادی الکل برای من که یک ایماندار به عیسی مسیح هستم من که باید برای جلال نام خداوندم عیسی مسیح در میان مردم نور و نمک باشم حرکت عاقلانه و صحیحی هست آیا عاقلانه هست که من به خاطر لذات لحظه ای از مواد مخدر یا الکل وجود خودم را آلوده کنم رابطه خودم را با دیگران مسموم کنم و شاهد و خادم مناسب و لایقی برای خداوندم نباشم؟ دوست خوب من لطفا دقت بفرمایید شاید این روزها چیزهای زیادی هستند که دارن شما را وسوسه می کنند و به سوی خودشون میکشند. شاید اون چیزها در دسترس شما هستند و داشتنشون و یا بهشون رسیدن براتون خیلی آسونه اگرچه وجدان شما و ندای روح القدس در درونتان بهتون میگه که نه اون برای شما مناسب نیست ولی شما به هر دلیل داری فکر میکنی که چه خطری داره اگه من فقط یک بار این کار را انجام بدم یا برخلاف ندای درونتون دارید فکر میکنید که اگه فلان چیز را به دست می آوردم و یا فلان کار را انجام میدادم میتونستم خیلی لذت ببرم دوست خوب من اگه شما دارید با وسوسه دست و پنجه نرم میکنید قبل از اتخاذ تصمیم به انجام هر عملی با دقت فکر کن که چه چیزهایی را میتونی از دست بدی دقت کن گاهی فقط یک تصمیم و یک حرکت اشتباه میتونه موجب بشه تا هر چیز با ارزشی در زندگیتون رو از دست بدید میتونه آینده شما و عزیزانتون را نابود کنه یا آبرو و حسیت شما را خدشدار کنه یا شما را از ارادی خداوند برای زندگیتون دور کنه و آرامش خودتون را از دست بدید. دوست من به دست آوردن اون را که وجدانتون و روح القدس داره به وضوح میگه برای شما مناسب نیست میتونه براتون خیلی گرون تموم بشه باور کن ارزش اون را نداره که بعدش همه چیزتون را از دست بدید دوست من از روح القدس بخواه به شما صبر و حکمت بده از روح القدس بخواه به شما اراده قوی بده و بعد باز به کمک خود روح القدس از اون چه که داره شما را وسوسه میکنه برگرد و 180 درجه برخلاف اون عامل وسوسه کننده دور شو دوست من کلام خدا در کتاب امثال فصل یک و آیه ده میفرماید فرماید وقتی گناهکاران تو را وسوسه می کنند تسلیم نشو و باز در آیه هفده می خانیم یک پرنده وقتی می بیند برایش دام گذاشته اند از آن دوری می کند آمین عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه با خداوند گفتگو کنیم خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر کلام حیات بخشد که چراغ راه زندگی من است خداوند از تو سپاس گذارم که بعد از ایمان من به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند حال روح القدس تو در من زندگی می کنی خداوند به من کمک کن تا تسلیم وسوسه هایی که در مسیر زندگیم به وجود می آیند نشوم خداوند به من کمک کن تا همیشه پیرو خواست مقدس تو باشم و تصمیمات صحیح و خداپسندانه ای بگیرم. خداوندا به من کمک کن تا بتونم صدای تو را به خوبی تشخیص بدهم و در پی خواست و رضای تو هر روز تصمیم بگیرم و زندگی کنم. خداوند من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده خاص و مقدست استفاده کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین